سلام دوستان، تو این جلسه قصد دارم طراحی یه لوگو ساده رو به شما آموزش بدم، پس با من همراه باشید. خب، نرم افزار ایلاستریتور رو تون رو وا میکنین، از گزینه 5 نیو رو انتخاب میکنین و از ورق 4 استفاده میکنین تو این آموزش. پس به صورت پیش‌فرض ورق A4 رو انتخاب میکنین، از گزینه های کناری واحد روی میلیمتر و نحوه قرارگیری صفحه رو به صورت افقی تنظیم میکنید و بعد دکمه کرییت رو میزنید. همینطور که میبینید صفحه‌مون ایجاد شد. اگه محیط کاربریتون شبیه محیط کاربری من نیست یا رابطه کاربریتون شبیه رابطه کاربری من نیست، کافیه از این قسمت گزینه Essentials کلاسیک رو انتخاب کنید تا رابطه کاربریتون شبیه مال من بشه. خب، من برای اینکه متوجه بشین قرار چه لوگویی رو به شما آموزش بدم از قبل طراحیش کردم و اونو توی محیط نرم افزارم درگ و دراپ میکنم. خب همینطور که میبینید من یک لوگویی رو انتخاب کردم که از یکی از حروف الفبای انگلیسی استفاده شده برای طراحیش و اون حرف Q هستش. خب چطور میتونیم اینو طراحی کنیم؟ من اینو این وسط قرار میدم، میخوام ازش کمک بگیرم واسه اینکه آموزشمون سریعتر پیش بره. خب اینجا خوبه. خب برای اینکه قفل بشه و بعداً تکون نخوره این تصویرمون، کافی از گزینه Object Lock و بعد Selection رو انتخاب کنیم. میبینی دیگه جاش عوض نمیشه و همینجا قفل شد. خب من برای اینکه این 6 زلی رو طراحی کنم باید از چپ زلی استفاده کنم. خب به سمت چپ صفحه نمایشم میرم. از میون ابزارا یه ابزار هستش و اون ابزار طراحی مستطیل هستش. خب من به اون نیازی ندارم. من چند ثانیه روش نگه میدارم و از میون این ابزارا اون ابزار مورد نظرمو پیدا میکنم. یعنی این ابزار پولیگون تول. این ابزار به ما کمک میکنه که 3 زلی، 4 زلی، 5 زلی و همینطور با هر تعداد زلی که مد نظرتونه طراحی کنیم. خب من روی این کلیک میکنم و میام اینجا وسط این لوگوم که از قبل طراحی کردم یه کلیک میکنم. خب یه پنجره کوچیک باز میشه. تو اینجا یه تعداد پارامتر از من میخواد. یکیش شعاع اون شکلی که قرار طراحی کنیم و این قسمت هم تعداد اضلاع اون که میتونه متغیر باشه. خب من 6 زلی میخوام طراحی کنم، پس عدد 6 رو وارد میکنم و این میتونه 20 باشه. آره اوکی. همینطور که میبینید یه 6 زلی وسط لوگو برامون ایجاد شد. خب من برای اینکه پس زمینم و تصویرم رو بتونم ببینم، در حالی که این شکل 6 زلی سلکت شده، از این قسمت گزینه نان رو انتخاب میکنم که داخل این شکل 6 زلی خالی بشه و بعد برای اینکه بزرگترش کنم و ابعادش به اندازه این طراحیم بشه، کافی این گوشه رو بگیرم به همراه شیفت و آلت، یعنی دکمه های شیفت و آلت روی کیبوردتون رو همزمان نگه دارین و این گوشه رو بکشید. میبینید به صورت یه دست و از وسط بزرگ میشه. خب من ابزار سلکشن تول رو انتخاب میکنم، یکم 6 زلیمو جا به جا میکنم. میتونید از دکمه های جهت نمای روی صفحه کیبوردتون هم استفاده کنید و جابجایی های ریز رو انجام بدید. خب من یه 6 زلی دیگه داخل این لوگوم دارم. کافی از این 6 زلی که قبلا ایجاد کردم یه کپی ایجاد کنم. خب برای این کار اول اینو سلکتش میکنم، از گزینه ادیت کپی و بعد دوباره ادیت پیست این فرانت. این باعث میشه که یه کپی روی اون شکل اصلیم ایجاد بشه. خب من میخوام اینو کوچیکش کنم. دوباره کلیدهای شیفت و آلت رو نگه میدارم
و از این قسمت شروع میکنم به کوچیک کردن. به همین راحت. خب حالا میخوام این قسمت رو طراحی کنم، این خط رو. برای این کار کافیه از این قسمت ابزار طراحی مستطیل رو انتخابش کنم و بعد بیام اینجا و به این سمت بکشم و بعد بیارم پایین. به همین راحتی. خب حتما میگی که این مستطیله، ولی این خب به این شکل نیستش و باید کج بشه. خب برای اینکه این اتفاق بیفته کافی از این قسمت ابزار دایرکت سلکشن تول رو انتخاب کنی که بعدش بتونی هر کدوم از این نقطه ها رو جابجا کنی. خب من برای اینکه این شکل این خط کج ایجاد بشه باید این دو تا نقطه پایینی رو یا این دو پوینت پایینی رو سلکتش کنم و فقط همین دو تا رو جابجا کنم و به این قسمت هدایت کنم. برای این کار اول روی این نقطه کلیک میکنم و وقتی که شیفت رو نگه داشتم، در حالی که شیفت رو نگه داشتم این نقطه رو انتخاب میکنم. پس از بین این چهار نقطه این دو نقطه پایینی انتخاب شد. خب حالا کافیه به سمت راست جا به جاش کنم. به همین راحت. خب من اینجا نیاز دارم که این خط رو هم ترسیم کنم. قبول دارید که این خط حتما موازی این خطه. خب بعد برای اینکه راحت تر بتونم این کار رو انجام بدم کافی از این ابزاری که سمت چپ صفحه نمایش چیده شده Line Segment Tool رو انتخاب کنم. یک خط روی همین شکلی که قبلا ترسیم کردیم میکشم. ابزار Selection Tool رو انتخاب میکنم و این خطی که ترسیم کردیم رو جا به جا میکنم. خیلی راحت. تا اینجا 70% طراحیمون انجام شده. خب برای مرحله بعدمون، در حالی که ابزار سلکشن تول انتخاب شده همه این اشکالی که طراحی کردیم رو سلکت میکنیم و بعد از این قسمت شیپ بیلدر تول رو انتخاب میکنیم و از این قسمت شروع میکنیم به سلکت کردن بدون اینکه کلیکمون رو رها کنیم. میبینید اون قسمت هایی که ما نیاز داریم الان شطرنجی شدن. اینجا کلیکم رو رها میکنم و شکلمون ایجاد شد. خب من این شکلی رو که سلکت کردم رو میارم بیرون و ما بقیه چیزای اضافه رو پاک میکنم. میبینید ابزار شیپ بیلدر تو این کمک رو میکنه که بین خطوط ها و اشکالی که ترسیم کردیم شکل مورد نظر خودمون رو بیرون بکشیم. خیلی راحت. خب یه چیز دیگه هم مونده و اون اینه که گوشه های این لوگومون گرده. یه چند مورد از این گوشه ها گرده و ما باید اونا رو انتخابش کنیم و گردشون کنیم و این کارم خیلی راحته. از ابزار دایرکت سلکشن تول تو این قضیه استفاده میکنیم. من اون رو انتخاب میکنم و شروع میکنم به انتخاب نقاط مورد نظر. من ابتدا این قسمت ها رو انتخاب میکنم چون همینطور که میبینید مقدار دایره بودن این قسمت یا شعاع دایره های این گوشه های بیرونی خیلی بیشتر از زاویه های داخلی یا گوشه های داخلیه. پس من ابتدا این قسمت ها رو انتخاب میکنم بعد سراغ این قسمت ها رو. خب برای این کار دکمه شیفت رو پایین نگه دارید و شروع کنید به انتخاب کردن. با پایین نگه داشتن دکمه شیفت این امکان ایجاد میشه که شما بتونید چند تا نقطه رو همزمان سلکت کنید. خب من نقطه های مورد نظرم رو سلکت کردم. کافیه که این دایره های کوچیکی که تو هر
کدوم از این زاویه‌ها قرار دارن رو جابجا کنم. به همین راحتی. خب روی صفحه خالی کلیک میکنم و سراغ زاویه‌ها و گوشه‌های داخلی میرم. همزمان شیفت رو هم نگه داشت. خب شعاع اینا کمتره. یه کوچولو تغییر میدم. به همین راحتی. خب همینطور که میبینید فرم اصلی لوگومون، شکل اصلی لوگومون ایجاد شده. فقط مونده رنگ‌آمیزی و ایجاد سایه. خب من اینو این قسمت قرار بدم، اینجا بهتره. خب توی لوگوی اصلیمون همینطور که میبینید ما تدارج رنگی داریم. برای این کار از قسمت راست صفحه نمایش بین ابزارهایی که به صورت عمود چیده شدن ابزار گردینت رو انتخاب میکنیم و از صفحه کوچیکی که برامون باز شده لینیر گردینت رو انتخاب میکنیم. میبینید؟ این گردینت خوشگل واسمون ایجاد کرده و این تدارج رنگی از رنگ سفید به رنگ مشکی. خب این رنگ ها رنگ مد نظر ما نیستش. خب ما نیاز داریم که این رنگ ها رو داشته باشه. خب کافیه تو این قسمت صفحمون همینطور که موسا موشون قرار داره دو رنگ اصلی رو تغییر بدم. خب من از رنگ مشکی شروع میکنم. دوباره روش کلیک میکنم، این صفحه کوچیک باز میشه. از این صفحه کوچیک کالر پیکر رو انتخاب میکنم. این باعث میشه که من بتونم رنگامو انتخاب کنم. از جای مختلف که توی صفحه نمایش قرار داره میتونید رنگ انتخاب کنید. خب من این رنگ رو انتخاب میکنم. اینجا فکر کنم بهتره. حالا میرم سراغ رنگ سفید، دوباره روش کلیک میکنم، دوباره کالر پیکر و از این قسمت رنگ آبی روشنتر رو انتخاب میکنم. همینطور که میبینید رنگ ها درست هم ولی جهت تدارج رنگیمون درست نیست. خب برای این کار کافیه این قسمت، میبینید این گوشه تا وقتی نزدیک این گوشه میشم، لحظه‌ای که نزدیک این گوشه میشم موس من شکلش عوض میشه و به حالت یه آیکون چرخش در میاد. این یعنی اینکه شما میتونید جهت گردینت خودتون رو تغییر کنید. پس کافیه کلیکتون رو پایین نگه دارید و شروع کنید به چرخوندن. خب موستون رو میبرید وسط و به همین راحتی هم میتونید تدارج رنگیتون رو جابجا کنید. خب یه بار دیگه میچرخونم که زاویه‌اش بهتر بشه. خب یه حاشیه مشکی دور لوگوتونه. برای اینکه اینو از بین ببرین کافی روش سلک کنیم. خب من این پنجره رو ببندم، دیگه نیازی بهش نداریم. و از این گوشه میتونید از این ابزاری که من الان انتخابش کردم میتونید رنگ حاشیه‌تون رو تغییر بدین یا اینکه چی حذفش کنین. برای حذف کردن کافیه گزینه نانو انتخاب کنید. به همین راحتی. میبینید اون حاشیه مشکی از بین رفت. خب من دیگه به این تصویر نیازی ندارم. کافیه برم روی گزینه آبجکت و آنلاک آلو بزنم و این باعث میشه که از حالت قفل در بیاد و بعد دکمه دیلیت کیبورد رو میزنم تا پاک بشه، چون دیگه بهش نیازی نداریم. خب من اینو به وسط صفحه نمایشم انتقال میدم و برای خوشگل تر شدن لوگومون بهش سایه میدم. برای این کار کافی از گزینه ایفکت، استایلایز و دراپ شادو رو انتخاب کنید. برای اینکه سایه رو ببینید و بتونید جهتش رو تغییر بدید یا تغییرات جزئی دیگه ای روش انجام بدین کافی گزینه پریویو رو بزنید تا لوگوتون دیده بشه و از گزینه هایی که این بالا چیده شدن میتونین نحوه ادغامش با پت زمینه و موارد دیگر رو انتخاب کنین. مقدار اپاسیتیش رو میتونین تغییر بدین که میزان شدت شفافیت سایمون رو میرسونه و با گزینه های X offset و Y offset میتونین جهت سایتون رو تغییر بدین
و از گزینه بلار میتونین استفاده کنین برای مقدار مات شدن سایه‌تون به همین زیبایی. و در نهایت شما میتونین دکمه اوکی رو بزنید و همینطور که میبینید طراحی لوگومون تموم شد. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.